سلام، امروز رفتیم بین مردم تا اونا رو با یه چالش 600 میلیون تومانی روبرو کنیم. اینجوری؟ گایت دیگه بالاخره. این چکا واسه شماست. چی هست؟ خدا بده برکت. ما خودمونه؟ میتونم بپرسم شغلتون چیه؟ کارمندم، من بازنشسته دانشگاه هستم. من مهندس معمارم. آزاد. من کارمند رستوران هستم. درس میکنیم، دانش آموزیم. نمایشگاه داریم، نمایشگاه ماشین. فکر میکنین در حال حاضر توانایی پاس کردن این سه تا چک یا حداقل یه دونش رو دارین؟ یعنی تو حسابم پول باشه پاس کنم؟ حداقل یکیشو شاید. منطقی نیست که تو حساب کسی 200 میلیون تومان پول نقد باشه. همین الان نه. امروز نه، ولی میتونم مثلا تو ماهای دیگه شاید از کسی قرض بگیرم، شاید بتونم پاسش کنم. با این وضع کاسبی نمیشه اینا رو پاس کرد الان. نه. اگه نصفش بشه آره. این چکای یه تفاوت خیلی بارزی با بقیه چکای عادی داره. میتونین اونو پیدا کنین؟ علامت سواله. یه نام شغل نوشه. به جای نام بانک شغل خورده. خب نام شغل که روی چک وجود نداره. به جای نام بانک نام شغل خورده. اونجوری نام شغلی که زده هیچ جایی وجود نداره. به نظرتون با درآمد چه شغلی میتونین این سه تا چک رو پاس کنین؟ مثلا همینا کافینتی یا مثلا رستوران یا این بونکدارا، مغازه‌دارا. آنلاین شاپ. آره آنلاین شاپ. نمایشگاه دار مثلا چه کاسبی میکنه در ماه؟ مثلا شاید وکالت بتونه، مثلا یه قاضی بتونه، یه وکیل شاید بتونه. شغل هایی که مربوط به دلالی باشه، بنگاهداری باشه، خرید و فروش. حالا سوال اصلی اینجاست، چرا از بین این همه شغل کسی به تجارت اشاره نکرد؟